گیلاسیا سلام، امروز براتون یکی از ترسناک‌ترین‌های ایران آوردم. چکرتونم آقا، این یه فیس ریویله و اینکه یه ویدیو گذاشته بودم، گفتم سوال بپرسید که با هم آشنا بشیم. جواب به همون سوال هاست، بفهمید که اون کسی که به صدای نحسش گوش میدید کی هست، از کجا اومده. امیدوارم همونطوری که من شما رو مثل دوست خودم میدونم همچین حسی بهم داشته باشید و بتونیم با هم یه کانال بالا ببریم و خیلی اتفاقای خفن میفته. بریم سراغ سوالا. اول همه نوشکی بیو از خودت بگو. من امیرم، 26 سالم، متولد تهرانم. به عنوان یه قدیمی همیشه برام سوال بود چی شد که به این مدل محتوا و کانال فکر کردی. یه سری مود شدش که خیلی برای ساجستشنای من ویدیوهای ریکپ خارجی رو میورد که همین کارو انجام میدادن، ولی خب فقط خلاصه رو میگفتن، عموماً با یه صدای رباتیک و خیلی ساده. من تصمیم گرفتم ایرانیشو بسازم و اینکه یه سری ویدیویی بذارم که علاوه بر خلاصه فیلم نکته‌های مهمشو بگم، بررسی بکنیمش با هم و با هم رفیق شیم دیگه. حالا چرا اسلشی رو ترسناک؟ چون همه آدم ها این سبک رو نمیبینن، خیلی سبک خاص تقریبا محسوب میشه، در حالیه که خیلی از فیلماش داستانای خفنی داره و میخواد یه حرف خفن به ما بزنه. مثل حالا اره، خیلی حرفای قشنگی توش داره، حالا نمیگم کل داستانش خوبه ولی حرفای جالبی داره که هرکسی نشینده اینا رو. و برای حالا آدمایی که مثل خودم کارمندن، وقت نمیکنن خیلی فیلم ببینن، راحت بتونن با این فیلم آشنا بشن. کانالت خیلی خوبه، چاکرتونم. با کمک شما به اینجا رسوندیمش. دیدم که توی هم کانال تلگرام هم توی گروهمون هر چی که میگید سعی میکنم انجام بدم، فیلمایی که دوست دارید رو بذارم. با کمک شما به اینجا رسید، قطعا با کمکتون بهترم میشه و هممون کنار هم دیگه میریم بالا. هزار پای انسانی چارش نمیاد. رشته تو دبیرستان و دانشگاه چی بود؟ دبیرستان ریاضی خوندم، دانشگاه رفتم هوافضا، بعد حال نکردم رفتم موسیقی، دوباره حال نکردم رفتم حقوق، الانم دوباره دارم یه رشته دیگه میخونم که حالا انجام بشه میاد. چرا گیلاس؟ دلیل خاصی نداره. وقتی که ایده این کانال به ذهنم زلش داشتم گیلاس میخوردم، بعد گیلاس له شد، دیدم مثل خون ریخت، گفتم خب منم که اسلشری نمیخوام بذارم، گیلاسم حرف باحالیه، بذاریم گیلاسیا. این شد. اول اسم منو بخون بچه را. فیلم ترسناک میذاری و عشق دیمن 8687. فیلم ترسناک میذارم به خاطر اینکه هر کسی نمیبینه، ولی یه سری فیلم های خفن داره که به نظر هر کسی باید ببینه. سلام دارش، درآمدت از یوتیوب چنده و چند سالته؟ 26 سالم گفتم. درآمد متاسفانه تا الان نگرفتم به خاطر اینکه شرکت های ایرانی خیلی نامردی دارن کار میکنن، یعنی طرف میگه 20% پول تو که من میگیرم همون اول. وقتی هم بخوای درآمد تو به ریال تبدیل بکنی دوباره بین 15-20% میگیرم، یعنی سرجم شما همه کار رو میکنی، ویدیوهاتو میسازی، تبلیغاتو میکنی، بعد 40% پول میدی به اونا مفت. من خب نمیخوام کارو بکنم. درآمدم یه بار فعال کردم، الانم منتظرم، در حال مهاجرت هستم اگه خدا بخواد. وقتی که انجام شد حساب بانکی بستم مستقیم بیاد تو کارت خودم دیگه. سایت هایی که حالا استیمیت میزنن و اینا، کانال خودم رو زدم، زده بود بین $120 تا $550، نمیدونم حالا کدوم میشه دیگه، باید برم اونور فعالش کنم قشنگ متوجه شم. فیلم مورد علاقه خودت. فیلم مورد علاقه واقعا زیاد دارم، یکیش فرنس تتو کردمش، گادفادر اونم تتو کردمش، یکی هیتمن پوشی گردنم تتو کردمش، یکی هم دیگه همه بکنم عاشقش، سریال بریکینگ بد. واقعا رو دستش نیومده، حتما ببینیدش چون خیلی خفنه، بکنم دو سه بار دیدم اونم. دیگه جدا از اون سیتکام زیاد میبینم، مودرن فامیلی رو دوست داشتم، سریال لوسیفر دوست داشتمش. فیلم مورد علاقه خودم، خب توی فیلم های ترسایی که دارم میذارم همش مورد علاقه هم، مخصوصا سری کامل اره، سایلنس آف لامز یا رد دراغون، حالا ستای ادامهش، یعنی تریلوژی ستا فیلم. دیگه اکثر فیلم هایی که میذارم مورد علاقه هم همشون. بی تی اس فنی سکوت برار رو کی میذاری؟ سکوت برار رو همین امروز داشتم پستش رو میساختم، ولی گفتم اول اینو بذارم چون بیشتر رو فازش بودم. بی تی اس فنم نیستم، کلا توی سبک موسیقی رپ و راک زیاد گوش میدم، مخصوصا راک. حالا قبلا که عاشق لینکین پارک بودم، چه سر رسین پیس. دیگه توی رپ هم امینم، ان اف خیلی گوش میدم، سبکم اینطوری هست، کلا ایرانی هم گوش نمیدم. خیلی خفن داریم اینو، خیلی خواننده های خفن ایرانی داریم ما، ولی من گوش نمیدم. مایل به مرسی ولی نه. بازم مثل همیشه عالی بودی، چطور تصمیم به یوتیوبری گرفتی و چند سالت قبل اینکه یوتیوبر بشی چی کار میکردی؟ کاری که قبلا میکردم و الانم دارم میکنم. قبلا کارمند بودم، الانم هستم. دلیل اینکه پستم دیر به دیر میذارم همینه، چون خیلی وقتا کم پیش میاد که زود بیام خونه و برسم براتون پست بذارم. و حالا اینکه قبلا چیکار میکردم، کار اصلی موسیقی بوده، الانم کارهای آهنگسازی و میکس و مستر انجام میدم دیگه. آهنگ که زیر ویدیو از کار خودمه، قبلا براتون پستش کردم، گفته بودم امیدوارم خوشتون بیاد ازش.
هیلاسیان بیبو، من خیلی طرفدارتم و عاشق تیزرهایی که واسمون توضیح میدی هستم. خواهشی که بذارم بیشتر تو کانالت فعالیت کن. ممنونم، چاکرتم. گفتم من واقعا خیلی دوست دارم بیشتر فعالیت کنم. کسایی که از اول اومدم بودنم یادشون، یه دوره بود که هر روز براتون پست میذاشتم، ولی یه مدت تقریبا از 2 ماه 3 ماهی که خیلی سرمون سر کار شلوغه، ولی چشم سعی میکنم بیشتر کنم فعالیت رو. من قدیمی هم، نمیخواد چهرهتون نشون بدی، لطفاً نینجا هل 977 هلو. 3 تا بهترین فیلم و سریالی که دیدی و به همه پیشنهادشون میکنی رو بگو. شاید سریالی که من دیدم و دوست نداشته باشید، ولی یکی از بهترینش مایند هانترز بود که فکر کنم کامل تموم نشده، یعنی کنسل کردنش. ولی راجع به قاتلای سریالی خیلی خفنه. یکی دیگه از سریالا دکستر، یه قاتل سریالی خودش که با پلیس همکاری میکنه، داستان زندگی اونه، خواهر خودش و پدرش هم تو پلیس بودن. بعد یکی دیگه‌اش لوسیفر باحاله، ولی فانتزی خوب تقریبا. اگه بازم راجع به قاتلای سریالی و این چیزا میخواید، سریال ترو دتکتیو اصلا یادتون نره، مخصوصا فصل اولش که متیو مکانی بازی میکنه، اصلا بومبه. 3 تا فیلم خفن اگه بخوام بگم، یکی کلا سری که اره، یکی سکوت بره ها، یکی هم آقا تو سریال هانیبال هم ببینید، هانیبال هم خیلی نابه. فیلم هم دیگه هرچی میذارم دوست دارم دیگه ببینید شما. نصرالدین نوری به اسم علی، آقا من کامنت طولانی بود دیگه نخوندمش. من چاکر بچه های افغانستانم، خیلیاتون هستید توی کانال، هم زبونای خودمید، همتون مثل خواهر برادرای خودمید، امیدوارم حال همتون هم خوب باشه. فیلم باوبالی بساز، خیلی گفتی بهم کش میسازم، ولی واقعا وقت نکردم چون به سبک کانال نمیخوردش. بچه هم خب پیشنهادی که میدادن چیزی بود که همه دوست داشتن، نرسیدم، ولی سعی میکنم بسازم. چشم. راجع به افغانستان، یعنی کشوری دوست داشتنی، من یه نظر مثبت و یک منفی بده. منفی که خب منفی ندارم، من اگه بخوام راجع به کشور بگم، خب همه کشورها دولتشون بده. من کلا یه آدم خیلی ضد سیستمم، با فیلمایی که میذارم و تحلیلی که میکنم قطعا اینو فهمیدید، برای همین بذار همه دولت بده، دولت خوب نداریم. نظر مثبت همین که مردم خیلی خونگرمی داره. من تو دوران کار موسیقی میکردم، یه سری هستن میدونن، میشناسن منو از اون دوره ها. یه کار با یکی از رپرهای افغانستان داشتم، خیلی بامرامند، خیلی حال میکنم باهاش. سوال من، پارتنر داری یا نه؟ اگه داری چند وقت با همین، اگه دوستشی پاسخ بده. نمیخوام دخالت کنم. نه دخالت چی، گفتم سوال کنید دیگه. بله دارم، گفتم متأهلم و الان تقریبا 2 سال خورده ای داره میشه با هم. بدترین و بهترین فیلم هایی که دیدی، اگه بدترین منظورتون از لحاظ اینه که خیلی دارک بوده، یکی ریکوین فور دیدیم بود که خلاصش گذاشتم، یکی فیلم هپینس. هپینس خیلی افتضاح میره رو مختون، اصلا چیز داغونیه، خیلی اذیت کنه آدم. بهترین فیلم هم اگه منظورتون اینه که تاثیرگذار باشه، فیلم یس من خیلی باحاله. جیم کری بازی کرده که توش میگه، تصمیم میگیره به هر اتفاقی که میفته تو زندگیش بگه آره و اونطوری زندگی بکنه. خیلی خفنه، زندگیتون میتونه تغییر بده. اسم 8 قسمت اره چیه؟ این سوال من تو ویدیو ذکر کن. آقا تو گروه تلگرام ما بیاید حتما، یه سری دعوایی میشه اصلا خنده دار. بعد اسمش هم گفتم دیگه، جیکسا واقعا، آره جیکسا 2017. چرا خلاصه فیلمای مثل سایلنت هیل و وایل تو کانالت قرار نمیدی؟ سایلنت هیل که عشق منه، این فیلم هم بازیش هم فیلمش همیشه اصلا تو فیوریت های تو دلی بودن. بعد دلیلش هم اینه که نرسیدم بهشون، هنوز دارم میذارم. ولی خب اسم کانالت از کجا ایده گرفتی؟ چه شهری هستی؟ اسمت چیه؟ چند سالت؟ آدرس خونتون، آدرس محلت و شماره تلفنت، عکست رو نشون بده، وبکم ویدیو بگیر، شماره کمر، سایز پا، داداش میخوای بگیری منو؟ چرا خواهرزادم و کی قضاوت میکنه بچه؟ ببینید اینطوری به حقتون برسید. آقا ویدیو داره طولانی میشه دیگه، بیشتر از این سرتون رو درد نیارم. یه سری از سوالا جا مود، نمیخواستم دیگه طولانی حرف بزنم، ببخشید اگه اسمتون رو نگفتم. خیلی دوستتون دارم، همتون مثل رفیقای صمیمی خودمید. مرسی تا الان بودید، امیدوارم بازم باشید، کنار هم کانال رو ببریم بالا. و در آخر هم که یه سری ایده دیگه هم هستش، مثلا خلاصه سریال میخوام بذارم، میخوایم یه سری فیلم ها رو با هم بررسی کنیم، راجع به شخصیت های خفن مثل جیکسا صحبت بکنیم، تحلیل و بررسیش رو بذاریم، حتما اینا توی آینده شکل میگیره. فقط ازتون میخوام برام انرژی بفرستید، دارم توی راه سختم، دارم همون مهاجرتی که گفتم انجام میدم، اگه انجام بشه حتما بعدش خیلی اتفاقای خوبی میفته. مرسی همتون که تا الان بودید، دوستتون دارم، روزتون هم گلسی.